با گذشت ده ماه از سقوط یکباری نظام 20 ساله در افغانستان پرسش های زیادی بی پاسخ مانده از جمله اینکه چرا نیروها در شمال افغانستان فرمان جنگ را دریافت نکردند چرا فرماندهان جنگی در شمال خاننشین از خط جنگ کنار زده شد آن زمان در ولسوالی ها و ولایت ها چه گذشت؟ با موجودیت آقای دوستم و عطا محمد نور چرا مزار سقوط کرد مهمان این هفته من از اتهام به نقض حقوق بشر به دنیای سیاست آمد و تبدیل به یک چهره سیاسی و جنجالی شد او جنگ در برابر امارت اسلامی و حکومت را در کارنامه دارد دو بار اسیر شکنجه و سپس بیگناه اعلام شد اما در لحظه های پایانی عمر جمهوریت در بلخ در خانهش بود و در هنگام فرار اسیر امارات سامی شد و دوباره آزاد شد او ده ماه در ایران مهاجر بود و اکنون دوباره به افغانستان برگشته نظام الدین قیصاری قماندان امنی پیشین ولسوالی قیصار و ولایت فاریاب و از چهره های جنجالی در نظام جمهوریت آقای قیصاری ممنون که برای آریانا نیز فرصت گذاشتید تشکر بسم الله الرحمن الرحیم بسیار خوش شدم که قد شما روز دیدن کرد ممنون است شما آقای قیصری پس از ده ماه به افغانستان آمدین خوش آمدین بسم <applause> الله هم شاهد هستین که ده ماه پیش حکومت پیشین سقوط کرد بله ما مزار بودم خانه ما اینجا بود کدام معقوب حکومتی نداشتم بله به قدر اینجا یک پرد ملی یک پرد مردمی اینجا زندگی میکردم درست مزار سقط کرد، ما ربطیم به عیلتان تقریبا بسیار نظامی بود، ملکی بود، مردم بود همینجا مرز وزبکستان، سر پلو وزبکستان همونجا کنان همونجا بند بود شب ساعت یک بجه همونجا دوستون و موتاون باید دو سه نفر تیر شد و رای پرار کرده وزبکستان در همان ریا همینجا ماند ماند همینجا و میخواستم ما هم تیر شدم که جنجل های سیاست داشتم اینقدر دست و معطا و مشکل ها داشتم که شما خود نخواهد بدین نزداشت که ما تیر شدم طرف وزبکستان نماندم آنها باز ما همینجا تصمیم شدیم هموقع هم تصمیم شد تقریبا بستر تانگ و موتار و نفر و یه شد ما خودم هم تقریبا یک چهل نفر نوری داشتم نوری مردمی اصلا اون خودم اونجا توله مرد استامی کردم موتارای خدا سالای خدا تاول دارم باز اونجا یک ورق کردم مرا رفتم چون خانه مزار بود می رفتم خانه ام اونجا کاربرد مزار خبر از چی بود گذاشته بود بله امروز با شما را گرفتن نیروهای مارس امروز شکست خورده بود مزار حکومت پیشین کاملا میدان علاقه کرده بود باز من رفتم مزار اگه مشکل می داشتم کدام کجا نه من مثلا یه جایی جای پوت میشدم چون به من خط داد امام اسلامی کبشین شمال شمال شرق بله ما رفتم مزار کمربند مزار اونجا من تاکت درست با ما کجا می با, با وجود از شما ختم داشتین از مسئولین ولی شما را اونا بازداشت کردن تصاویر شما در شبکه اجتماعی نشر شد چه کسانی بودن او افراد؟ اونا کمربند مزار مسئولش بوده ولی ردایش بالا پایینش بوده باز ردای بالایش رهبری ایمان اسلامی خبر شد ما دو ساعت اینا بقید کرد. بازداشت, بازداشت, بازداشت کرد دو ساعت بعد ما را برد خانه دوستم ما آزاد بودم اینجا درست ما میایم روی این موارد صحبت میکنیم آقای قیصری ولی اگر اجازه بدید روی برگشت شما بیشتر تمرکز داشته باشیم شما پس از ده ماه برگشتین دوباره به افغانستان دعوت شدین یا خودتان خواستین که بیاین ما بله دعوت شدم بله از سوی کی دعوت از چهار ماه پیش پنج ماه پیش رسپدای شمال شمال به ما زای میزدین تماس که بیا افغانستان چی میکنم کس مردم بیان پیش مردم خود پیش ملت خود پیش قام خود ما باز باز همه تماس میرم باز اینا رسافدای شمال شمال سر از کمیشن دعوت خواهیش کرد کمیشن دعوت هم لبک گفت پیش ما دو نفر آیت اینا فرستاد در ایران باز ما تماس کردیم کمیشن دعوت ما تماس کردیم ما تماس کردم خب یک تفاهم ما آمدم در چی؟ افغانستان چون کشور ماست مردم ماست خاک ماز, ماز. کشور مردم هر چی که باش اونجا پای هیچ ولی شما گفتین که یک هیئت فرستاده ساده بود و حتی به شما تماس هم گرفته بود هرچند این گام را اول به قول خود شما کلانهای منطقه گرفته بود که شما با شما تماس گرفته بود که باید برگردین شما در افغانستان ولی زمانی که کمیسون تماس با شما ارتباط برقرار کرد با شما حرف زد اونا چی گفتن با شما خب گفت بیا کشورت هست همینج مردم هست است پیش مردم باش خانهت باش کشورت باش خب ما تو خ... را امنیت تا میگیرم خانه تا میگیرم جای تا میگیرم خب امنیت جان تا میگیرم امنیت مگر توش خدا ناخذ به ما خطر نباشه کشور چی میکنه مجبور هستم می بیایم کشور ما باشه خب است. درست ولی کلانترین دلیل همین بود که شما وابسته افغانستان بودید؟ بله ما به ما اینا اتمنان داد گفت بیا آقای قیتری این مردمت از مردمت بحثش که بله مردمت پلیس باش آمدم پیش مردم انشالله ما کارای دیگه دارم و کارای بزرگ دارم که همه قوم افغانستان باید یک جای بسازم درست منظورتان از بسیج چی است؟ بسته چی که علوم ماشیم یا گوکمات خواهم نظرم از گوکمات اسلامی و میاد اسلامی، امروز ایماد کنم، امروز امکاری کنم. و مردم را تشویق میکنن که از این حکومت حمایت بکنن. بله تشویق میکنم. بسیار پس از ده ماه آمدن آقای قیصری چی تغییر کرده در افغانستان؟ چون زمانی که شما رفتن، آن زمان حتی کابل هم سقوط نکرده بود، تنها بلخ سقوط کرده بود و کابل در محاصره بود. زمانی که شما آمدن در کابل چه تغییر کرده بود در این ده ماه؟ ما تغییرش همون که خوب است که مردم امنیت تامین است. بله. امنیت کابل نه تمام افغانستان. امنیت تامین است. این کار خیلی مهم است. نظر من که کار خیلی مهم است. یک کسی که از این حرکت میکنه میره پاریاب، از پاریاب حرکت میکنه میره ایراد، ایراد حرکت میکنه میره قندار، شبرز، این هم که خیلی کار مهم است. به نظر ما. ان شاء الله امنیت تامین شد. دیگه ان شاء الله دیگه کار ان شاء الله پیش میره. بسیار خوب ولی آنچه که وزیر خارجه گفته بود سیاسی اینو که از کشور برمیگردن از کشورهای دیگر با اونا میبینن ملاقات میکنن با شما هم دیدن ما دیروز اومدم بله شاید ملاقات کنم شاید ما ببینم مشکلات مردم پیش نال کنم مشکلات درد پیش نال کنم ان شاء الله کار میشه چه کسانی با شما دیدن آقای قیصری ما فقط دیر از تازه اومدم دیگه تازه اومدم ما یک خدا دمروز بگیرم بعدا می بیرم دیگه بعدا چه دیدم که دیدم کی هر دیدین یک دو مقام را اگر استخبارات چنج دیدم از مقام های استخباراتی به شرق آقای قیصری زمان که آمدین در میدان هوایی کابل اگر اشتباه نکنم استقبال شدین پذیرایی کردن از شما والا خوب پذیرایی بود ما وقت واقعا داشتیم که ما کشور خودم است و کشور خودم بیایم با ما چرا پذیرایی کنه کشور خودم از خانه خودم هست، میایم ولی خوب پذیرایی کرد خوب احترام ایجاد کرد خوب خوشمادی کرد خوب مهربانی کرد از دیگر زیاد از چی میشه من خوب راضی استم بسیار خوب تصمیم در آینده چی است آقای قیصاری آیا میخواین که یک جای برای حکومت داشته باشین یا نه تلاش میکنین که زیادتر کارهای اجتماعی بکنین و مردم را انسجام ببخشین به خاطر حمایت از حکومت ما خودم شخصا از کمیسیون داور یا بزرگای ایمان اسلامی یا که سابقا تماس میگیرم کلم در درخواست خودم یک چاوکی معقوب نداشتم ندارم بله. هم چون که بیایم که مردم بخشش کنم ملت افغانستان خصوصا مردم تختوره یک جای بکنم قطر ایمان اسلامی هم کاری کنه جنگ دیگه بس است از جنگ هیچ چیز نمیشه خسته شدین از جنگ ما کاملا خسته شدم و در گذاشتم که شما جنگ میکردین در برابر امارات اسلامی پشیمان پشیمان اشتباه بوده دیگه. همین جنگ کاش که اون ده سال پیش یه مذاکره پیش می بود، سال پیش کار نمی شد، مذاکره پیش می بود، سال یک صد سالی آبخانه توی ده سال پیش یک نظر می خیلی خوب بود. اما جنگ خود اشتباه بود بسیار. حالا که شما با مقام های امارات سومی ببینین. آقای قیصری سه چیزی که با اونا خواد گفتین چه خواد بود؟ یک چیزی که میگم که ما باید مردم امنیت حکومت نگیر تو سوال بله یکی ای قام و نباشه تحصیب نباشه تحصیب نباشه تحصیب خیلی کار بده هر قام حق داره که این دایی زندگی بکنه چون که چونکه حکومت امراد اسلامی شلی کارا میکنه باید بکنه کار ولی زمانی که آقای قیصاری برگشتین از ایران به افغانستان کدام برنامه دارین به خاطر آبادی افغانستان بله برنامه ای که دارم ان شاء الله شروع شه و بزرگرا ببینم خصوصا ما در شمال شمال شرق یا دیگه جای اونجا برق و سرک و زراعت و هل. کاملا باید اینجا ایمه شود و ما خودم شخصا آماده هستم که قطع مردم کار کنم که مردم یک کار پیدا شو بله یک کار پیدا شو اند کار شو مردم از ایران ترکیه چی میکنه مسافر در و در ماجر از اینجا دهزار هزار افغانی که اینجا یک هزار افغانی پیدا کنه هم حاضر است که اینجا بیکار کنه ما بسیار پلان ما برنامه ما سلام کار است بسار. حالا که آمدین فعلا شما در کابل هستین آقای قیصری قرار است در کدام ولایت در گام نخواست سفر بکنه ما دیروز هم گفتم رسانا بعد ها امروز هم شما میگیم که اول برنامه ایم است بخیر برم پکتیکا بخاطر هم دردی برم خوش هم هم غم شرکی بعد این هم حق داری ما هم افغانستان اگر تاجیکی از اگر وزبک کرده که پشتون هر, حق، هر قوم باشد باید برنجا هم دردی بکنن همکاری بکنن کمک کنن چون که بسیار فاجعه بزرگ بود بسیار بزرگ بود ما از مردم افغانستان ملت افغانستان هر کدامش تقاضا میکنیم کمک کنم. خستانه امارات اسلامی حکومت امارات اسلامی شخصا ما خواهش میکنم کمک زیاد رو اینجا باید آماده کنه که بسیار مردم آواره شده بسیار آواره شده آقای قیصر اگر اجازه بدید یک عقب نشینی تاکتیکی می داشته باشیم برای سه چهار سالی که گذشت شما در زمان حکومت آقای غنی فرمانده قیصر بودین فرماندهی قماندان امنیت ولایت قی قیصر ولایت فاریاب آن زمان جنگ به شدت جریان داشت، مردم آواره میشد، بیچاره میشد و شما سخت تلاش میکردین که طالبان آن زمان باید سرکوب شود چی میگذشت همان زمان در ولسوالی ها و ولایت ها؟ ما اون زمانم جنگ میکردیم، به ما بعض بزرگا یک زینیت دیگه میراد بله. چی میگه؟ میگه می که طالبا از بیرون کشور ایماد میشه، آدمای بیرون کشور از استفراتی بیرون است، آدمای اونا از. ما فکر میکردم شاید اینا گپش راست باشه. ولی درست نبوده. اینا ما رو مردم واجد داده بوده، ملت واجد داده بود کاملا گپای اینا دروغ بود فقط برنامه خودشان بوده. مردم فقط اینا مالشان و جانشان و بگیرن و بگیره بعد کار خودش درست ولی در مورد برد و باخت همین جنگ بیشتر صحبت میکنیم چون شما یک نقش بسیار کلیدی داشتین در جنگ فاریاب دلیل شکست همین جنگ چه بود کیها دستور میداد که باید جنگ صورت نگیره جنگ ما که به ما کسی نمیگفت که جنگ شکست میکنه نمیکنه ولی بعدا شما خانه شده ما خاطر مردم اجازه جنگ را پیدا نکن. ما خاطر مردم خاطر ملت این رو میکردم همیشه از ما مردمی بود مل. ما قلب مردم میخوردم دیگه ما خودم ش... کار شخصی کار دیگه نمیکردم ولی بعضی کارهایی که ما م... قطع مردم بودم بعضی بزرگا اینا نمیتونست ببینه کدام بزرگا خوستان ما نیست، خوستان ما صاحب قوم هستم رهبر یک قوم هستم میگفت و شما را هم ساخت آقای غنی بود ما را ما را رسما بندی کرد ما را ما کدام کدام مشکل داشتیم مشکل ما فقط م... قط مردم بودم ما را رسما گرفت به نام این و اون ما مشکل داشتیم اگر ما ما را که مشکل می داشتیم ما را شش ماه تقریبا بستی روز بندی بودم بستی روز بعد شش, شش ماه اصل خانگی بودم که مشکل می داشتم که مرا که کار میکرد اصلا مشکل نداشتم اینا کار سی... کار رقیب خب سیاسی داشتیم داشتم و اینا فقط سیاسی نیی کار رو می ولی اتفاقا من میخواستم موقع مقای قیصری در باب همین موضوع شما سوال بکنم. مردم میپرسند که آقای قیصری هم با طالبان می جنگید آن زمان و هم با حکومت می جنگید. ما با هیچ طرف کنار نامده. ما می که اما سیاستنا کارایشان خوب نبود چه میکردن؟ اینا فقط مردم ها بله مردم ها میکرد مردم ها میکرد مردم از نانش هم خونش میخورد ما نمیتونستم که ما قطعان ها یک جا باشیم خب غنی را کتنا که او کنار یک مافیا بزرگ بود آقای غنی مافیا بود مافیا <تصفح> نبود، چیز مافیا را درست جمع کرده بود چرا؟ یک آدم اوتان دوست، یک آدم مردم دوست، یک آدم ملت دوست دو نمیخواست که کار کنه. درست. یعنی دلیل از بین رفتن نظام بیشتر در افغانستان آقای غنیس؟ بله. سیکن عجیده ما، عبده ما، امراض اسلامی مذاکره کرد. به خاطر چی مذاکره کرد؟ میخواست که مردم... امراض اسلامی میگه مردم کشته نشوه. بله. ملت کشته نشوه. یک تپاو مرسند. این همه مذاکره را کاملا آقای غنی خراب کرد این مرد هم گفت صبر که میتونم نمیتونم و گرفت بسر حالا که آقای غنی نیست در افغانستان و امارات متحده عرب پناهنده شده چی میخواین برش بگوین؟ به کی؟ آقای غنی آقای غنی هم بیا حالا کار اشتباه کرده بیا در کشبرش بیا حالا کار اشتباه کرده ما نبیم که نه او کشبرش هست اختر هست باید بیان باید بیان همه بیان به نظر همه سیاسون بیان میایم روش بحث میکنیم در مورد آقای مارشال عبدالرشید دوستان شما با اون اشتباه داشتین ما تقریبا همیشه که شکست خورده بود مزار شریف در رای ایراتان یک جور پرسانه که بودم دیگه ما تماس نگرفت هیچ هیچ تماس. با اونا با شما تماس نگرفت نه ما هم تماس نگرفتم اونا هم تماس نگرفت دلیلش چی بود آقای خب ما من رسما در ایراتان مرا نخواست از وزبکترانی، من هم تیر میتوانم، این دو نفر سینما تیر میشن و من رسمن نمانتر ترس یعنی دست دوستی را با شما نداد و دست رد بر سینما زد؟ نداد، من رو نمانتر شدن شاید فکر میکرد که اگر این را نمانم، طالبان بکشه انشالله او نشود نشد، طالبان دیگه اقفم میکرده بود امروز مامین صاحب اقفم میکرده امر امر که ابوم بکنه دیگه طالب وقت نداره کس تو کشه صح پای آقای ماشال دوستم بیا در, در افغانستان شما خوشحال میشین باید بیا کشور شاز مردم شاز بیا ما رو بشین قط مردم حالا ما اومدیم کابل نشستم اینجا دوستا میا بابا حالا درود میشه دیر میشه پیش می پشتون میا گوزبک میا تاجیک میا عرب میا ترمن میا مغول میا همه میا بیشم. بسیار ولی شما در یکی از رسانه ها در کابل صحبت های داشتین و گفتین که بجز مارشال دستم و ما آمیانه گفتین که بجز مارشال دستم سر هیچ کس دیگر حساب نمیکنین و خبر هم نیستین حالا چی تغییر کرده با اینتان؟ مارشال دستم اما اشتباه کرده بودم نمیدانم سی قائق بود نمیدانستم حالا پشمان هستیم آه د کومک کردم بسیار بشه آقای قیساری شما آخرین لحظه که شهر مزار در محاصره بود و سقوط میکرد در خانه بودین این من بسرم پیشتر در مقدمه اشاره کردم و بعدا شما بر از خانه رفتین در کبرمند بازار شدین سوی مراد سمی. با موجودیت آقای دوستم و محمد نور که اینا برگ نظامی هم داشتن ولی چرا مزار سقوط کرد؟ اینا نمیدانم چرا سقوط کرد خب اونا دیگه مردم که نباشه بل. ملت که نباشه اونا استدلال کردن که فروخته شده ما را نمیدانم چرا ما نمیدانم که فروخته شده نشده او ما دقیق خبر ندارم ولی مردم قد نبود مردم قد آدم نباشه هیچ کار نمیتونه هر کار میکنه است از, از ملت میکنه اتهامات میگه که اصلا ملت نمانده بود ما خود مزار بودم 70 مردم 80 مردم کاملا از نفرت داشت یا 60 درصد مردم ترکتوار اینجا زندگی میکرد کاملا از نفرت داشت چون سرکوب کرده بود زمنشا, اینا را زمین نشا مال نشا حتی اختبا مینا نفرای اختبا میگه بسیار آقای در نیمه های صحبت های تان گفتن که وابسته افغانستان هستین و, و دلیل آمدن تان هم است که اینجا وطن شماست پس اگر چونین بود ده ماه پیش شما چرا رفتن ایران آیا می ترسیدین که امارات اسلامی شما را نکشه یا قصاص نکنه والا ما, ما بله تاش میکنم بله تاش میکنم خو انسان سی نگران میشن حالا که همه مردم رفت بیرن کشور به خاطر چی رفتن بله تاش میکنم تاش میکرد حالا که مادر از فهمید که امارات اسلامی کاملا قاضی است بله آه... کاملا عاب کرده حالا مردم درست ولی نگران از این هستین که اگر قرار باشه شما دوباره برین به طرف شمال به طرف زادگاهتان قیصار المار شما چون یک زمان فرمانده جنگ اونجا بردین و حداقل ویدیوهایی از شما نشر شد که آن زمان شما تعدادی از نیروهای طالبان را کشتین و دارا نگران از این نیستین که آیا بازماندگانشان به خاطر انتقام آستین بر بزنن ما کاملا مطمئن هستیم که امنیت ما را ایمان میگره درست هر جا باشم کابل باشم اگر مزار باشم اگر قیزار باشم امنیت ما را میگیره نگرانش نیستی؟ نیست نگرانش بشار آقا قیصاری یک مورد دیگر را هم میپرسم چون پایانی برنامه است لحظات پایانی است شما ده ماه در ایران بودین کسب درآمد شما کار که می کردین و از طریق درآمد می کردین. چون ما آنچه که ما می و ما شنیدم شما دفتر داشتین این مصرف را به شما کی میداد؟ ما دفترم شخصی بود اما ما شکر و نیستم که چیه ما شکر از اول یک سراب بودم بلد. 85 سال 85 35. یک بای بچه هستم پدرم بابایم با همه چیز داره بلد. همه چیز داشت ما دم ما که بودم دفترم خودم شخصی از جیب خمید دادم حال خانه گرفتم پامولا ما کاملا در ایران است یه خانه در کرایی گرفتم دفترم هم کرایی دارم, که کرایی است کرایی شد خودم میتونم و من کس هیچ جنایی به شما پول نداره حمایت کسی... سیاسی و اقتصادی نشده از کسی یک رو پام نگرفتم بسیار خوب ولی همین چندی پیش پیش از که شما در کابل بیاین خبرهایی نشر شد که گویا شما به خاطر جعل اسناد از سوی نیروهای ایران بازداشت شدین آیا همین خبر حقیقت داشت بنام تاتیا بود بله کی کرده بود خیر اصلا ما بازداشت نشدیم؟ نه ما گفتم تاتیا بود میخواست که من بازداشت کنه نه ما اینجا بخیر یک پنج روز تحت نظر بودم ولی دید که تاتی از ایران که قانون داره, بل. داره. بله همه چیز داره و از شما مذارت خواستم؟ بله اگر نمیخواست که من را ایران نگدید بسیار شما گفتین که فامیل شما در ایران است خودتان اینجا است بله. چه زمان فامیلتان را میخواییم؟ انشالله هم جای ما کابل باشم خانمانا اومده کنم دارم اگه باشم اومده کنم خایشان شیخ خانه دارم در پایا خانه دارم جای آمده شو ان شاء میخوایم خودم که اومدم از ما قدر پاملا مهم نیست درس ولی با سیاسیونی که تا هنوز با تماس شخصیت ها و تماس کمیسیون امارات اسلامی جواب نداده پیام شما چی است بر اونها ما مشخصا اگر از اونا نام ببرم آقای ماشالدوستم آقای تو محمد نور کریم خلیلی محمد محق برشان چی میگه؟ همون کاملا دلو بگه همه اشتام اما دار گردن را که اینجا افغانستان چرا؟ میترسه از چه میترسه؟ چون که بسیار کارهای کرده کارهای خوب نکرده مثلا از کارهای بد شد که دو مارو دره خب مردم میدن برا مردم بده قضا بکنه شما ادعا کرده؟ خب میدونم مردم باز به خیر میگم یه وقتش بیا میگم شما حالا میترسین نه نه میترسم اگه می نه میشه نمیدونم لازم ما چرا بترسم آدم خدا بترسه خب باز چرا بترسم پس اونا دل گردن نداره و نمیتوی بیا نه نه نداره دل گردن میداش بیا دیگه دل گردن باشه در آینده افغانستان کشورش نسی بله کشورش است چرا چی میکنه بیرون از مگر زیاد است بیا بیا اینجا کشورش مردمش است حالا ما چطور آقا آقای قیصاری اگر با شما تماس بگیرن سیاسیونی که در بیرون از افغانستان است و به شما بگیه که آیا رفتی در افغانستان مسئولیت داری جواب شما چی خواهد بود باشه؟ تماس دارم قد چون با کیا تماس ما در ایران بودم هم که راست دو, 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 دو یا پیش،, پیش که خبر, کد... خبر رسیده بود... خبر رس بود ما با تماس میگیرد ما گفت تو میری میگی تو ما میرم گفت well. چطور میرم ما میرم گفت نمی من چرا میترسم کیش برم کدام سیاستین باشم؟ شما تماس خواهر کدامش اگر ما شبیه ما که دیروز اینجا ما, ما دیشب روز پدر تا لر هزار تماس داشته باشیم well. از سیاسی آه, آه. از سیاسی بیگیرم well. از وزیر بیگیرم از وکیل بیگیرم از مندانای محله بیگیرم افسرای بالا و پایین بیگیرم ما تماس دارم ان شاء الله دلیل تماسش چی است علاقه من است علاقه میگه که اگه جان ما خونه ما خود ما امنیت گرفته باشه امن باشه میاد چی میگن بله آقای قیصر زمانی که سیاسی از افغانستان رفت همزمان با سقوط دوباره کابل به دست امارات اسلامی خانه های سیاسیون سپرده شد به نیروهای امارات اسلامی به افراد امارات اسلامی و کسانی هم که شما پیشتر اشاره کردین خان... اگر دوباره برگشتن به افغانستان خانیشان دوباره بشان داده میشه آیا خانهای شما که فعلا به دست نیروهای مرادس سمیست... وعده داده شده که با شما پس داده میشه خانه من دست من اسلام نیست دست چه دست خود در این ده ما دا... من خانه یک خانه پارب دارم یک خانه پقیسه دارم دو تا خانه دارم دست خود کسی دیگر نمیشه کسی من نه. او کس که درو میگه اونا نمیدانم خب بعضیا کسی آشنی کرد تا اکثر بیا میتوان خانه خانه شخص را کس کنار درس آقا قیصری در همین شب روز زمزمه از برگزاری لوجرگس آیا به همین لوجرگس شما دعوت شدین؟ میشه دعوت میشم نگه ما که آمادم از بیرون کشور انشالله میرم نگه ما اخدارم که پردیک قوم با افغان یک پرده یک تختوار افغانستان شما 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 حق داره برو میگه درست پیام شما آقای قیساری چون فرصت برنامه بسیار کم است پیام شما بر کسان که فعلا جنگ میکنند در پنجشیر و بلخواب چی است؟ جنگ که میکنند فعلا آزر برای نداره بیا همه سیاسون گفتم همه کمونان گفتم همیش بازش تماس رو گفتم که انشالله با وقت نزدیک گی نامش میاد میاد افغانستان اما کس جای میکنه من ندارم ای ایمان اسلام ماندنی است زیورش هم نمیرسه نهق ما بچه مردم میکشه نهق بچه رو میکشه شر قیصری شما در آینده در آینده یک افغانستان با ثبات چقدر امید هستید؟ انشالله ما که حساب از بیرون کشور آمدم، اشتاد پسد علاقه هستیم اشتاد ما باش شما گفته میتونم که انشالله افغانستان جور میشه و مطمئن است؟ مطمئن امیدم داره؟ امیدم داره بسرد شکر، آقای نظام الدین قیصری، قماندان امنی پیشین اولسوالی قیسار ولیت فاریاب، ممنون که فرصت کنید تشکر، سلام آمد باشم تشکر